آقای یراحی کدوم ترانه‌شون رو دوست دارن؟ آقا کدوم ترانه‌تون رو دوست دارید؟ من همه کارامو دوست دارم. حالا همه کارا قربان میگن این بچه‌ها. هر جای دنیایی دلم اونجاست. هر جای دنیایی دلم اونجاست. و به من نگاه کن، دوتا میشه بگم. و به من نگاه کن. آره این دوتا رو دوست دارن آقای یراحی. خب دوتا میشه بگم. آره. خب سلام، یکی از بزرگترین آرزوهای من دیدن آقای ارجمند بود و با آهنگ منو رها کن زندگی کردم. خدا رو شکر. آقای مهدی یراحی. مردم ارادتمندن، قربونت برم. صداتو دوست دارم. این صدا رو شما می دوست ندارم. این صدا رو من شما میزانم پیامکامه. شما مخلص شما. الان من تو این برنامه راجع به این برنامه داریم با مردمی صحبت میکنیم که پیامک زدن برای مهدی یراحی. میزان ما اوناست. مردم از صدای زندت میخوای محروم کنی؟ نه الان نه تو این برنامه هستم کلا. چه خبر؟ خبر جدید داری؟ کنسرت من نمیگم، خودت باید بگی. ارزم بهتون که من چه زره پروسه کنسرت گذاشتنم به تعویق افتاد به خاطر یه سری حاشیه‌ای که داشتم توی قرارداد کار اولم و به خاطر این زره بدقول شدم. با اینکه قرار دادم بستیم واسه کنسرت، منتهی زره عقب افتاد. تمام تلاشم اینه که قبل از ان شاءالله محرم و سفر ان شاءالله کنسرتمون رو برگزار شروع کنیم. یعنی تو بس تا قبل از تمام شدن سال هم می‌خوای کنسرت بدی هم آلبومت بیاد. همینجا من از استاد ارجمند دعوت می‌کنم افتخاراً تشریف بیارن خدمت شما. ان شاءالله ان شاءالله زنده شما. حتما خدمت می‌رسیم. می‌خواید مردم الان چه کاری مهمون کنیم قربان؟ آقا چه کاری می‌خواید پخش کنید از مهدی یراحی؟ بگم من میشه انتخاب کنم. شما انتخاب کنی کدومو انتخاب می‌کنی؟ من به من نگاه کن رو دوست دارم پخش کنم. به من نگاه کن یا هوای تو؟ میگن ما هوای تو رو اول دوست داریم. اوکی. میشه به خاطر مخاطباتون که پیامک زدن هوای تو بخش اول هم از هوا تو دارن. آره. هوای تو رو با صدای مهدی یراحی، آهنگسازی خودم، تنظیم بهزاد رئیسی و ترانه روز به بمان. بسیار عالی، میشنویم و لذت ببریم. بیا تا پیداشم تو باش، تا من باشم هنوز میشینم به هوای دیدن تو. تو با این دل کندن کجا رفتی بی من؟ بگو نزدیکم به شب رسیدن تو. صداشم از این شب سر که تموم بشه فاصله ها. بیا که من از تو خسته ترم، که من از من بی خبرم. به هوای خونه بیا تا پیداشم تو باش، تا من باشم هنوز میشینم به هوای دیدن تو. تو با این دل کندن کجا رفتی بی من؟ بگو نزدیکم به شب رسیدن تو. خب لذت بردیم. گزارش شب بیداران ما نریم جدا.
هیچی نمیریم، میخوایم یه ضرب حرف بزنیم آقا. میگن وقت نداریم. توپ تیتراژمون کیه یا واگویه؟ محمود توپ واگویمون کیه؟ 2:09. ما الان حدوداً 13-14 دقیقه وقت داریم، چون یه کار دیگه میخوایم از مهدی بشیم. کدوم کار مهدی رو میشنوین؟ هر جای دنیایی دلم اونجاست، اونو میخوایم بشنویم و لذت ببریم. خب از مهدی یراهی. آره یراهی، من اصلا سخته یه آره. عادت میکنیم تا آخر برنامه. من از بچگی مشکل داشتم. صحبتی که با آقای داریوش ارجمند داشتیم مبنی بر تکرار شدن یک آدم در یک نقش که گردن خودشه بدون تعارف و بدون شک، با تو که در دنیای موسیقی هستی و میخونی برای مردم، آهنگسازی هم میکنی، به نوع دیگری مطرح میشه و اونم این که ملاکت برای انتخاب کارهات چیه؟ آیا سلیقه مخاطبی که تو رو دوست دارن و باهات ارتباط برقرار میکنن دستت اومده؟ آیا فیدبک و بازتابی از جایی داری که بدونی چی کار باید بکنی تا مردم بیشتر دوست داشته باشن، یا نه اعتقادت بر اینه که کاری رو دوست دارم، میخونم، باهاش ارتباط برقرار میکنم، حال میکنم باهاش و برای من مهم اون مقداری که با من هم سلیقاً حال کنن و گوش کنن؟ اینو یه خورده برامون بگو. من فکر میکنم هنرمندا کلاً دو دستن. یه سری کسایی که خیلی خاص کار میکنن و همون چیزی که شما فرمودین آخر فرمایشتون که بله. اینجوری هم که مثلا میگن من اینجوری فکر میکنم، اونایی که مثل من فکر میکنن منو مثلا میبینن یا گوش میدن یا هر چیز. یه سری دیگه هم از اون ور میافتن، مثلا میگن که هر چی بازار چی میخواد، الان چه موجی الان برپاست، من رو موج سوارشم و معروفشم و حالا من یه حد وسطی رو دارم. من فکر میکنم اونجایی که جامعت هم حتی سوادش کم شده توی یه فضای هنری، حالا هر هنری، هر رشته از هنر، فکر میکنم که اینجا فرق هنرمند متعهد و غیر متعهد. و از ضمن این که میگم کسی که اومده کار هنری بکنه اول باید تکلیف خودش رو معلوم کنه با خودش که آیا اومده تغییر ایجاد کنه، چون هنرمند قالب کاری که قرار انجام بده به نظرم تغییره، حالا تو هر نقطه‌ای که وایساده به اندازه وسع خودش و اندازه توان خودش. من خودم به شخصه فکر میکنم که اگر هم جامعت یه جاهایی با تو شعر تو رو، شعری که تو دوست داری شاید باش زیاد به قول معروف تو اون دوره سلیقه‌ش اون نباشه، تو باید ذائقه سازی کنی، باید کار کنی، باید نزدیک بشی به مخاطبت که این راه داره. حالا همون فرق بین هنرمندا و بچه تمایزشون همینه که اون شگردی که پیدا میکنن، اون راهی که پیدا میکنن نزدیک بشن به مخاطبشون. مثلا جناب مهجویی خیلی موفق بودن تو، حالا من جسارت میکنم خدمت استاد در مورد سینما حرف بزنم، اینو ثابت کردم. مثلا یا استاد بیضایی یا همه کسایی که متفکرن و فکر هم میکنن و کاراشون هم همیشه پیام داشته، حرف داشته، ولی همیشه اومدن به مخاطب خودشون نزدیک شدن، نه اینکه بیان ماهیت و هویت فکریشون رو عوض کنن، نه شاید بیان تو قالبی که حالا مردم تو اون دوره مثلا بیشتر واسه شون جذاب وارد میشن، ولی باز اون حرف و فکر خودشون رو توش میزنن. متاسفانه تو کار ما حالا یه بحث خیلی مهمتری وجود داره، حالا بحث تکرار که استاد فرمودن دقیقا تو کار ما هم همون فرمایشات استاده، هیچ فرقی نمیکنه، فقط هنرش فرق میکنه. اینکه یه هنرمندی هی بخواد خودش رو تکرار کنه به خودش ظلم میکنه و فید هم میشه در نهایت. ولی یه دوستی داشتی میگفت خوانندگی شطوری که در خونه همه میخوابه تو دور زمان ما. متاسفانه همه کسایی که فکر میکنن بعد یه هنریه که نمیدونم چه حسیه، همه یه مردم دوست دارن بخونن، مثل کسایی که میان میگن آقا ما یه فامیل، ما یه فامیل داریم، همه فامیل رو میخندونه، این کجا بیاد بازیگر بشه؟ دقیقاً همه چرا طبعه. فکر میکنی یکی تو فامیل همه رو میخندونه باید حتما صرفا بازیگر خوبی میشه؟ حتما بله، هنر تخصصه، مثل یک پزشکی که میره درس میخونه متخصص میشه. هنر یه چیزیه که باید یادش گرفت، باید استعدادش رو داشت، باید این کاره بود. یعنی یک کسی که میخواد بخونه باید صدا داشته باشه، نمیشه خواننده شد، باید خواننده بود به اعتقاد من. ولی این به این معنی نیست که حالا بیایم فضا رو ببندیم، هر کسی بخواد خودش رو امتحان کنه، شانسش رو امتحان کنه، یا کف روی آب یا سنگ کف رو. دقیقاً. ولی در نهایت کسی اگر تو جایگاهی وایسه که مال اون نیست، واسه اون به دنیا نیومده، به خودش ظلم کرده اول و بعد کمکی به جامعهش نکرده، که متاسفانه میگم این اتفاق هست تو جامعه ما الان، نه فقط خوانندگی، همه میان دور از جون شما مجری میشن، همه میان ترانه‌سرا میشن، همه میان بازیگر میشن، همه میان کارگردان میشن، خواننده میشن و متاسفانه. ولی من خودم به شخصه
توی کارم همیشه سعی میکنم که 50% فکر خودم باشه کاملا، 50% هم نگاه کنم که چطوری حالا میتونم این حرفه رو ترجمه کنم به زبون مردمم که اینو از من بپذیرن، وگرنه خب کارم میذارم. 50% دومت هم خودتی؟ بله بله، اون شگردیه که باید به هر حال داشته باشی که بتونی نزدیک بشی و بینش. خب جانم، سهیلا عبابی قهرودی برام پیامک زدن، گفتن که از آقای یراحی بپرسید که اگر خدایی نکرده خدایی نکرده خداوند صدای شما رو ازتون بگیره، آیا استعداد دیگری دارین که پیرو اون باشین یا خیر؟ من مثلا میخوام جیگرکی بزنم. مثلا ممکنه یه صدای دیگه داشته باشه. حالا آهنگ میسازم. آهنگ میسازم. حله. آره، یه پیامک میگم بپرسم. آشپزی هم بلدم.